درود بر همه شما پارسی زبانان سراسر دنیا. لطفاً کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. سازه های دست بشر در دوران کهن چه راز و رمزی در خود دارن؟ گاهی پیدا کردن این نقطه های مرموز به سختی پیدا کردن سوزن در انبار کاهه و گاهی هم خیلی آشکار. در این ویدیو نگاهی داریم به برخی از این رازهای پنهان شده در ساخته های دست بشر. سنگ های گرجستان. این سنگ های گرجستان اسرار مختلفی رو در خود مخفی کردن. این سنگ ها در سال 1980 ساخته شدند و روی اونها 10 دستورالعمل برای نظم نوین جهانی نوشته است. این قوانین به 8 زبان مختلف از جمله بابلی و مصری باستانی نوشته شده. با اینکه دستورالعمل های این کتیبه ها معمولی به نظر میرسه، اما یکی از اونها میگه جمعیت کره زمین نباید بیشتر از 500 میلیون نفر باشه که در غیر این صورت نظم جهانی به هم میریزه. برخی این جمله ها رو به عنوان هشداری برای افزایش جمعیت جهانی تفسیر کردن و میگن با استناد به این جمله ها برخی به نسل کشی در دین اعتقاد دارن. معبد انسان. گاهی جالب ترین نشونه ها در سازه های مهم رو میتوان در ابعاد اونها پیدا کرد. معبد انسان یک ساختار شگفت انگیز و متفاوت داره. این مجسمه که در 1400 سال قبل از میلاد ساخته شده نسبت های دقیق از یک انسان رو داره. این معبد با استفاده از نسبت‌های طلایی عدد پی ساخته شده و برای بسیار این معبد نمونه از هندسه مقدسه. راز این معبد استفاده دقیق از ریاضیات در تمام زوایای اونه. تپه‌های گوبکلی. تپه‌های گوبکلی از دیرینه‌ترین مکان‌های پرستش و رسوم دینیه که تاریخ در حدود 12000 ساله داره. این منطقه از نخستین محل‌هایی که نشون میده انسان‌ها به صورت جمعی زندگی می‌کردند و به کشاورزی می‌پرداختند. هرم بزرگ جیزه. بدون شک یکی از بزرگترین اسرار جهان هرم بزرگ جیزه است. سازه چشمگیر که انسان اون رو ساخته و حتی میگن با تکنولوژی مدرن هم دستیابی به اون کار ساده‌ای نیست. هنوز هم کسی دقیقاً نمی‌دونه هرم رو چگونه ساختن و حتی صاحب اون چه کسیه. بحثی که درباره این هرم وجود داره به صاحب اصلی اون برمی‌گرده. هرودوت مورخ باستانی یونانی در کتیبه‌های خود نوشته که خوفو صاحب هرم بزرگ جیزه است و گفته که روی دیوار داخلی اون طرح‌هایی وجود داره که به زبان هیروگلیف کلمه خوفو رو نوشته. واقعیت اینه که در اطراف این هرم نشونه‌هایی از فرسایش توسط آب نمک وجود داره و به نظر میرسه بخش از این هرم در مجاورت آب بوده. خیلی‌ها معتقدن شاید کسانی که اون رو ساختن پیش از طغیان رودخونه نیل زنده بودن. کلیسای سیستین. کلیسای بزرگ معروفی در شهر واتیکانه که اقامتگاه رسمی پاپ محسوب میشه. این کلیسا محل گزینش پاپ جدیده و تمام کاردینال های کلیساهای کاتولیک پس از مرگ یا برکناری پاپ قبلی در اون جمع میشن تا پاپ جدید رو انتخاب کنن. این کلیسا به دلیل معماری و تزئیناتی که هنرمندان عصر رنسانس اون رو ساختن نیز بسیار معروفه. اما شاید مهمترین و معروفترین اثر هنری این کلیسا 1100 متر مربع نقاشی روی سقف میکلانج باشه که مضامین داستانها را از انجیل گرفته. تابلوهای آفرینش آدم و قضاوت نهایی در این سالن وجود داره. مقبره توتانخامون. مقبره این پادشاه 19 ساله فرعونی از اون جهت اهمیت زیادی داره که وقتی در سال 1922 کشف شد واقعا کسی از وجود اون خبر نداشت و دزدی به اون نفوذ نکرده بود. به این دلیل که در ورودی اون در جایی کمتر مورد توجه مخفی شده بود. اون رو که با نام پادشاه توت نیز میشناسن در 9 سالگی به حکومت میرسه و 10 سال بعد بدون اینکه شکوه خاصی در دوران حکومتش رخ بده از دنیا میره. توتانخامون با اینکه دوران زندگی پرشکوهی نداشته اما در زندگی پس از مرگ و در دهه‌های بعد زندگی و مرگش بسیار معروف میشه. مقبره اون با اینکه خیلی هم بزرگ نبوده اما از اون جهت که اساس مقبرش دست نخورده بودن برای باستانشناسهایی که اون رو کشف کرده بودن شرایط مطالعه بیشتری رو به وجود آورد. اما یکی از اشیایی که در مقبره این فرعون جوان پیدا شد شیشه سبز و عجیب بود که محققان در ابتدا فکر میکردن نوعی سنگ قیمتی، اما مشخص شد که نوعی شیشه منحصر به فردی که در لایه‌های زیرین زمین وجود داره و در اثر انفجار عظیم روی سطح زمین میان. اونها در ابتدا تصور کردند که برخورد ستاره دنباله‌دار با زمین این شیشه ها رو ایجاد کرده، اما با بررسی نمونه‌های مشابه دریافتند که اینطور نیست و این شیشه بسیار خاص‌تره. مجسمه ابوالهول. قطعا مجسمه بزرگ ابوالهول یکی از پررمز و رازترین سازه‌های بشر و معمای قرن اخیر محسوب میشه. این بنای تاریخی هم مانند خیلی از ساخته‌های دیگر مصری منشأ ناپیدایی داره. این مجسمه که قدمت بسیار زیادی داره
و میگن در حدود 2500 سال پیش از میلاد ساخته شده، بدن شیر قول پیکره که سری شبیه به انسان داره. البته به دلیل تفاوت در ابعاد و اندازه های سر و بدن، یکی از نظریه ها اینه که سر رو بعداً به شکل انسان ساخته و به اون وصل کردن. البته نشونه های فرسایش آب روی این مجسمه هم وجود داره و به نظر میرسه طغیان رودخانه نیل اون رو هم در بر گرفته بوده. دره پادشاهان. دره پادشاهان در مصر یکی دیگر از مکانهای پر رمز و رازیه که در جهان وجود داره و مورخان هنوز برای برخی از حوادث اون نتونستن دلیل پیدا کنن. این منطقه گور دست جمعی از پادشاهان مصری به حساب می اومده که در میون برخی از مومیایی های اونها کوکائین و دیگر دخانیاتی که امروز میشناسیم یافت شده. اما گیاهانی که این مواد را از اونها میگیرند در منطقه آمریکای جنوبی یافت میشه و مشخص نیست در اون روزگار واقعا مصر و آمریکای جنوبی با هم در ارتباط بودن یا نه. با اینکه برخی مورخان این استدلال رو اصلا قبول ندارند، با این حال نباید این موضوع رو فراموش کنیم که سازه های به جا مونده از عهد قدیم در این دو منطقه شباهت هایی با یکدیگر دارند. تئوتیوکان. تئوتیوکان یک شهر باستانی کهن در مکزیک، این منطقه پر از ساختمان‌های بزرگ و چند طبقه است که نقاشی‌های دیواری زیادی روی اونها وجود داره. این معلم دقیقاً مانند اهرام مصری که مشخص نیست چه کسی و چه زمانی اونها رو ساخته ناشناخته است. آستک‌ها که در اینجا زندگی می‌کردن هم خودشون محل رو نساخته بودند. به نظر می‌رسد 100 سال قبل از میلاد این سازه‌ها ساخته شدند و این مکان در زمان خودش بزرگترین شهر در اون منطقه بوده و ششمین شهر بزرگ در جهان به حساب می‌اومده. تئوتیوکان در زبان آستک به معنی محل خدایانه. این شهر با آتش سوزی از بین رفته و باز جزئیات این ماجرا هم کاملا مشخص نیست. هاراپا، یکی از تمدن‌های باستانی که به نظر میرسه دیگه از بین رفتن، تمدن هاراپا در دره سنده. ویرانه‌های باستانی به جای مانده از این تمدن یکی از مکان‌های دیدنی در دره سند به حساب میاد. این منطقه که 5000 سال پیش ساخته شده و در اونجا زندگی می‌کردن، از هند و پاکستان امروزی پیشرفته‌تر بوده. اونها استخر عمومی با آجرهای ضد آب، سیستم فاضلاب پیشرفته با دستشویی‌های ویژه هر خونه داشتند. در این منطقه همه خونه‌ها در برابری زندگی می‌کردند و هیچ خونه‌ای بالاتر از دیگری نبوده. اما همه این تمدن و فرهنگ به یک بار نابود میشه. مورخان خوشسالی یا جنگ رو از دلایل این نابودی میدونن. اما هنوز هم چیزی ثابت نشده و کسی دقیقاً نمیدونه چطور اونها از بین رفتن. دیدیم که پیدا کردن این نقطه های مرموز واقعا به سختی پیدا کردن سوزن در انبار کاهه و گاهی هم خیلی آشکاره. ما امیدواریم یک روزی این رازهای پنهان برملا بشن. با سپاس از همراهی شما، امیدواریم که از این ویدیو لذت برده باشید. میتونید تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین که تمایل دارین چه نوع مطالبی رو باهاتون در میون بذاریم. تا درود دیگر، بدرود.